پس از ماجراهای عجیبی که داروش اقبالی نواخر با آن دست به گریبان بوده و اختلافات شدیدی که با افراد مختلف داشته، حالا به تازگی اتفاقاتی تلخ و ناگوار برای او در کشور هلند پیش آمده که حسابی او را درگیر خود کرده. اما ماجرا چیست و چه مسئله‌ای باعث ناراحتی داریوش شده؟ در ادامه به این موضوع میپردازیم، اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب کانال ما رو دنبال کنید. همین چند وقت پیش بود که داروش اقبالی در یک از کنسرت‌هایش به شدت از استفاده بدون اجازه از نام و آثارش در سریال‌های ایرانی اعتراض کرده بود. این واکنش او به ویژه در مورد سریالی با نام داریوش به کارگردانی هادی حجازی فر بوده که در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شد. در این سریال از آهنگ معروف او یاور همیشه مؤمن بدون کسب اجازه استفاده شده است. داروش این اقدام را در کنسرت خود وقاحت خوانده و از عدم رعایت حق مؤلف و کپی رایت در این زمین انتقاد کرده است. وی همچنین تاکید کرد که این نوع استفاده های بدون مجوز باعث سوء استفاده و بی احترامی به هنرمندان می شود. این اتفاق باعث نگرانی‌های بیشتری درباره استفاده بدون اجازه از آثار هنری شده و احتمالاً منجر به افزایش اعتراضات هنرمندان دیگر نیز خواهد شد که خواستار محافظت بیشتر از حقوق خود هستند. اما حالا با به تازگی داروش اقبالی در کنسرتی که در کشور هلند داشته رو به مخاطبان خود گفته خیلی مراقب خود باشید، اینجا خیلی دوز بازاره، از بین این همه آدم دوز صاف اومده سراغ من و کیف من و از قطار دزدیده. میدونین دوز بازاره؟ بین 10 تا کیف که همه بالای قطار بود کیف من رو زدن، ولی این ابزار من رو اونم ابزار من به دردشون نخواهد خورد. این ابزار منم بردن، اینی که امشب با خیلی محتاطانه دارم اما سرقت از اموال افراد مشهور همیشه موضوعی جنجالی و حساس بوده است که توجه رسانه‌ها و مردم رو به خودش جلب کرده. این دستبردها نه تنها به خاطر ارزش مالی اموال به سرقت رفته، بلکه به دلیل شخصیت‌های معروفی که قربانی این سرقت‌ها می‌شوند بیشتر از هر موقع دیگه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. ماجرای این سرقت‌ها از یک سو به نشان دادن ناامنی‌های اجتماعی می‌پردازد، از سوی دیگر این سوال را مطرح می‌کند که چطور این سرقت‌ها با وجود حضور سیستم‌های امنیتی و نظارتی رخ می‌دهند. در ادامه با بازخوانی و مرور چند مورد از دستبردهای معروف به منازل و اموال افراد مشهور خواهیم پرداخت. سرقت از خانه ستاره سادات قطبی و شهرام شکیبا. یکی از موارد پرسر و صدای سرقت، دستبرد به خانه ستاره سادات قطبی، بازیگر و مجری تلویزیون و همسر شهرام شکیبا است. این حادثه به تازگی اتفاق افتاد و در طی آن دزدان در کمتر از 2 ساعت اموال 3 واحد از ساختمان را به سرقت بردند. نکته عجیب اینجاست که دوربین‌های مداربسته تنها 2 روز قبل از سرقت خراب شده بودند، که این امر نشان از احتمال برنامه‌ریزی دقیق دزدان می‌دهد. ستاره سادات قطبی در ویدیویی که منتشر کرد با جزئیات به ماجرای سرقت پرداخت و از نحوه ورود دزدان به خانه و باز کردن قفل‌ها بدون هیچ مشکلی سخن گفت. از مواردی که مورد سرقت قرار گرفتن میتوان به طلا و جواهرات، پول نقد، ساعت‌های گران قیمت و حتی کتانی‌های پسرش علی اشاره کرد. این حادثه نگرانی‌های بسیاری را در مورد امنیت خانه‌ها، به ویژه در مناطقی که افراد مشهور زندگی می‌کنند، به وجود آورد. واکنش ستاره سادات قطبی به این ماجرا نیز حاکی از ناامیدی از عملکرد نیروی انتظامی و سیستم‌های امنیتی بوده. او به طعنه گفته که اگر این سرقت برای مسئولین اتفاق افتاده بود، در مدت کوتاهی دزدان دستگیر و اموالشان باز می‌گشت. بهار رهنما و سرقت زمستانی. در ادامه به ماجرای سرقت از خانه بهار رهنما در زمستان سال 97 می‌پردازیم. این بازیگر معروف با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که اموال گرانبهایش به سرقت رفته است. او با نگرانی از جواهرات و حلقه ازدواجش یاد کرد و حتی سارق را تهدید کرد که او را میشناسد. بهار رهنما در استوری خود از دزد خواست که اموال سرقتی را بازگرداند و به او هشدار داد که این جواهرات به راحتی قابل فروش نیستند و اگر به موقع بازگردانده نشوند تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.
این تهدید و واکنش‌های بهاره رهنما نشان دهنده اهمیت احساسی و معنوی اموال برای او بود. او با بیان اینکه حلقه ازدواجش و طلای دوران کودکی دخترش پریا از جمله اقلام به سرقت رفته است، سن به نوعی حسرت و ناراحتی خود را از این حادثه ابراز کرد. این سرقت هم مثل دیگر موارد واکنش‌های متعدد از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و به بحث‌های در مورد وضعیت امنیت منازل بازیگران و شخصیت‌های معروف دامن زد. سرقت از منزل علی معلم و امنیت خانه های معروف. از دیگر موارد سرقتی که واکنش های زیادی را به همراه داشت، می توان به سرقت از خانه علی معلم منتقد و کارگردان برجسته سینما اشاره کرد. آذر معماریان، همسر علی معلم، با انتشار ویدیویی سرقت از منزلشان را عمومی کرد و خبر داد. او توضیح داد که در نخستین روز ماه رمضان تنها 2 ساعت برای افطار از خانه خارج شده بود و در این مدت کوتاه دزدان به خانه وارد شده و هر چیز با ارزشی را به سرقت برده بودند. آذر معماریان از این ماجرا به عنوان یک رویداد ناگوار یاد کرده و از سطح پایین امنیت منازل انتقاد کرده. او در پیام خود تاکید کرد که خوش وقتانه بچه هایش در خانه نبودند و تنها خسارت مالی به آنها وارد شده است. پریناز ایزدیار و سرقت خیابانی. پریناز ایزدیار، بازیگر محبوب سینما و تلویزیون، نیز در یکی از روزهای سال 95 مورد حمله دزدان موتورسوار قرار گرفت. این حادثه زمانی رخ داد که کیف پریناز از صندلی جلوی خودروی او روبوده شد. با وجود دستگیری سارقان، هیچگاه اثری از کیف و مدارک سرقت شده پیدا نشد. این ماجرا باعث شد تا پریناز ایزدیار نسبت به امنیت عمومی و نحوه برخورد با این سرقت‌ها انتقاد کند. هدیه تهرانی و سرقت لپتاپ. هدیه تهرانی نیز از جمله هنرمندانی است که قربانی سرقت شده. در سال 86 زمانی که او برای ملاقات مادرش عجله داشت، خودرویش را در مقابل بیمارستان پارک کرد. بعد از بازگشت متوجه شد که لپتاپ و دوربین عکاسیش که حاوی اطلاعات کاری و شخصیش بودند از ماشین به سرقت رفته است. این سرقت به دلیل ارزش معنوی اطلاعات موجود در لپتاپ و دوربین برای هدیه تهرانی اهمیت زیادی داشت و باعث نگرانی او از بابت این اتفاق شد. علی دایی و تکرار دستبردها. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، یکی دیگر از چهره‌هایی است که چندین بار با ماجرای سرقت مواجه شده است. اولین بار سرقت از منزل علی دایی بود که باعث شد این موضوع رسانه‌ای شود. این اتفاق زمانی رخ داد که او در خارج از خانه حضور داشت و دزدان به راحتی به خانه او دستبرد زدند. در سال 90 نیز دایی در یک تصادف خیابانی تلفن همراهش را از دست داد. اما این ماجراها پایان نداشت، چرا که در یکی از حوادث دیگر علی دایی هنگام بازگشت از بیمارستان با زورگیری‌های مواجه شد که سعی کردند او را مورد سرقت قرار دهند، اما او توانست با مهارت‌هایش از پس آنها برآید و تسلیم نشود. ماجرای سرقت از علی پروین. علی پروین، فوتبالیست و مربی مشهور ایرانی، نیز از دیگر چهره‌های ورزشی است که قربانی دستبرد سارقان شده است. در اواخر دهه 70 وقتی که او برای استراحت به ویلای شمال کشور رفته بود، دزدان 4 چرخ خودروی او را به سرقت بردند. این اتفاق در حالی رخ داد که او در ویلا حضور داشت، اما دزدان به راحتی چرخ‌های ماشینش را دزدیدند. سرقت خودروی فیروزه کریمی. ماجرای دزدیده شدن خودروی بنز فیروزه کریمی، مربی فوتبال، نیز یکی از آن داستان‌هاییست که خوشبختانه پایان خوشی داشت. چند روز بعد از سرقت، پلیس موفق به پیدا کردن خودروی او شد و این حادثه بدون خسارت جدی پایان یافت. سرقت پول از ایمان مبعلی. ایمان مبعلی، فوتبالیست نام‌آشنای ایرانی، نیز در سال 89 با ماجرای سرقت مسلحانه مواجه شد. او توسط فردی که ادعا می‌کرد فرزند بیمار دارد فریب خورد و تمامی پول‌هایش را در یک حمله مسلحانه به سرقت داد. این حادثه باعث شد تا ایمان مبعلی به شدت از بابت امنیت شخصی و اجتماعی نگران شود. دوستان عزیز، ممنون که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.